سو سلام برادر خواهرای عزیز، خانواده خدا، مهمونای عزیز. آمدین چه بشنوین؟ هر چیزی که ما میشنویم از کلام خداست به ما حیات میبخشه. فقط موعظه‌هایی هست که تشویق میکنه، بنا میکنه، تسلی میده و ما رو دوباره هویت میبخشه و شفا میده. این موعظه ها خیلی دوست داریم. اینا میتونیم یک کم کمتر کنیم، خیلی صداش زیاده. برای این موعظه ها ما دوست داریم دریافت کنیم، از خداوند دریافت کنیم، تسلی به دست بیاریم، از دروغ ها آزاد بشیم و همینطور بتونیم در آزادی زندگی کنیم. قسمت های موعظه های دیگه هم وجود دارن که بیشتر اصلاست. خدا میخواد ما رو بیدار کنه، جایی که ما قرار گرفتیم هنوز یا از مسیر آمدیم بیرون، خداوند دوباره ما رو اصلاح کنه، توبیخ بکنه، تنبیه بکنه. بعضی وقت اینم پشتش حیاته، چون خدا زمانی که ما از راه میاییم بیرون یه جاهایی توی چاهایی قرار میگیریم، این کلام خداست که دوباره ما رو برمیگردونه که دوباره به مسیر، این فکری و این نقشه‌ای که خودش داره اونجا دوباره قرار بگیریم. و موعظه‌های دیگه هم هست که اونجا خدا تشویق میکنه که ما بتونیم احساس مسئولیت بکنیم برای خودمون، برای خانواده خودمون، برای کلیسا و همینطور هم شروع کنیم به حرکت کردن. اینم یک قسمت از کلام خداست. اگه یادتون باشه در این احکام بزرگ عیسی مسیح گفته که تمام قوت و قوت در آسمون در زمین به من داده شده، به این خاطر بروید و دنیا رو شاگردسازی کنید. اینجا تسلی نیست، اینجا بنا نیست، بلکه اونجا یه فرمانی هست، یه اقتداری هست که خداوند به تو میده که حرکت کنی. پس موعظه های مختلف وجود داره. ما باید قلبمون باز کنیم، بگیم خداوند امروز تو با من چه حرفی میخوای بذاری. به بعضی ها شاید خدا به شما تسلی بده. امروز هم یه قسمت هایی هست که مطمئن هستم خدا تو رو آزاد خواهد کرد. بعد قسمت هایی هست که واقعا این اقتدار رو که خداوند میخواد به تو ببخشه ورداری و بدونی که من احساس مسئولیت باید برای کار خدا بکنم. موافق هستین؟ این کلامی هست که خدا میخواد هر دفعه با ما صحبت کنه. به این خاطر اینه که من چسبیده اینجا به این خاطر همینطورم خداوندم به پولوسم، به پولوس، به شاگرد خودش تیموتئوس هم میگه که آماده باش در وقت، غیر وقت بتونی کلام خدا رو با صبر بسیار به اصلاح، به توبیخ، نصیحت و تشویق به این ایماندارا برسونی. مسیحیت یک ایستای نیست، یه چیزی نیست که من مسیحی شدم الان من به اون هدف رسیدم، بلکه مسیحیت یک شروع راهی، یک حرکتی است که ما باید هر روز در این حرکت باشیم. کلیسای اولی که در قرن اول به وجود آمده بود، اونجا اسم کلیسا اصلا وجود نداشت که کلیسای برحال یا مسیحی ها هستن. این اسم مسیحی ها در فکر میکنم قرن سوم یا چهارم به وجود آمده. قبل از این به مسیحی ها میدونستین چه حرفی میزدن؟ که مثلا میخواستن بگم این یک مسیحیه، میگفتن که این در راه، این شخصی که در راهه. به اینطوری خدا، اونطوری افراد به مسیحی ها میگفتن، چون میدونستن که مسیحیت یک حرکتی است که اونها در راه هستن به یه جایی برسن. در این دنیا به هر حال ما که زندگی میکنیم هیچ هدفی نداریم جز از هدفهای خودخواهی‌های خودمون، که بعضی وقتا چیز نرمال، موفق، در موفقیت زندگی کنم، در خوشبختی زندگی کنم، پولدار بشم. به هر حال این چیزایی هست که هدفهایی که هست که ما داریم. فقط زمانی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم الان یک راه جدید شروع میشه.
ما که اسم خودمون رو گذاشتیم مسیحا، مسیحا یعنی ما هستیم که الان در حرکت هستیم و این حرکت هر روزه و یک حرکتی هست که تنها نمیریم و بلکه با مشارکت با عیسی مسیح راه میریم. در غلاطیان باب 2 آیه 20 اینجا میگه که من خدا را زیست میکنم، من زندگی میکنم، بلکه مسیح در من زندگی میکنن، حیاتی که در حال میکنم حیاتی هست با ایمان به او که منو محبت نمود و زندگی خودش رو برای من داد. پس من زندگی میکنم، من از شریعت آزاد شدم و خدا رو زیست میکنم، یعنی با خدا راه میرم. عزیزان بهترین زیباترین فکر میکنم زندگی است که یک شخص میتونه داشته باشه، با خدا راه رفتن نزدیک. امروز هم این سرود رو که خوندیم ایمانویل، اسم عیسی مسیح ایمانویل، یعنی کسانی که مهمون هستن با این سرودها شاید اولین باری هست که میشنوین و این سرودها اعلامی هست که ما اینجا باور داریم و اول باور داریم و همینطور هم اعلام میکنیم. ایمانویل یعنی خدا با ماست. و سرودهای دیگه خوندیم که تو منو فرزند خواندی و روح خود را به من بخشیدی و این روح القدسی که در ما قرار گرفته و هر روز میدونم با این اطمینان با عیسی مسیح راه برم و میدونم یک آینده عالی منتظر ما منتظر منه. به این خاطر هر روز در هر سختی در هر فشار میتونم به این پایان راه من نگاه کنم که خود خدا برای من آماده کرده، خود پدر من آماده کرده و میدونم او منو روز به روز هدایت خواهد کرد. آمین. خبر خوشیه نه؟ کسانی که اینجا هستن که هنوز با عیسی مسیح آشنایی ندارن، امروز روزی است که خداوند شما رو اینجا آورده که خودش رو به تو معرفی کنه. فقط منتظره که تو بطلبی، منتظر اینه که هر فکری هر چیزی که قبل از این از عیسی داشتی بگذاری کنار، بگی عیسی مسیح اگه واقعا تو زنده هستی، اگه واقعا تو پسر خدا هستی که عقل من هنوز نمیتونه بفهمه، بیا خودت رو به من معرفی کن. به من احتیاج ندارین عزیزان. ما به هر حال چیزایی که ما تجربه کردیم تعریف میکنیم، فقط خوبی زیبایی عیسی مسیح اینه که خودش میاد به تو این مکاشفه رو میبخشه. تنها چیزی که شما باید انجام بدین بطلبید. واقعا با تمام قلب امروز اینجا که جمع شدید و بار اول از عیسی مسیح شنیدین، اگر آخرم وقتم خواهیم گذاشت چشمتو ببندی و بگی عیسی اگه واقعا این چیزایی که این افراد اینجا میگن اینطوری پرستش میکنن واقعیت، پس بیا در قلب من، منم میخوام با تو راه برم. آمین. از منم یک فرزند خدا بساز. فکر نکن که امروز با اراده خودت آمدی اینجا. درسته تو تصمیم گرفتی، فقط فرشته های خدا روح خداست که تو رو اینجا آورده که کلام انجیل یعنی خبر خوش رو بشنوی. آمین. امروز روز نجاته. هللویا. و برای ما عنوان خانواده خدا چیزایی هست که خدا میخواد به ما با ما صحبت کنه. و زمانی که در هفته گذشته هم در مورد خانواده خدا صحبت کردیم، یادتون هست نه؟ ما خانواده خدا هستیم. خدای پدر من پدر شماست. عیسی مسیح که خداوند منه خداوند شماست. من در یک تعمید با شما، با این تعمید به پدر پسر روح القدس با هم یک هستیم و خیلی چیزای مختلف هست که امروز میخوام قسمتهایی ادامه بدم. در یوحنا باب 13 آیه 34 تا 35 اینجا میبینیم که خداوند میگه که حکمی تازه به شما میدهم. به کی میده؟ به شاگردای خودش عیسی مسیح میگفت، یعنی اینا الان شما هستین و به اضافه من. حکمی تازه به شما میدهم که یک دیگر رو محبت نمایید چنان که من شما رو محبت نمودم. تا شما نیز یکدیگر رو محبت نمایید. از همین محبت شما به یکدیگر دنیا خواهد فهمید که شما شاگردان من هستید. یک آیه خیلی خیلی مهمی هست که از قلب پدر میاد که عیسی مسیح اینجا اشاره میکنه که دوباره میخونم. حکمی تازه برادر خواهر عزیز من که جز خانواده هستی، خانواده پدر هستی، تازه به شما میدهم که همدیگر رو محبت کنید.
با همون محبتی که من شما رو محبت میکنم. اینجا نگفته که محبت کنین همدیگر رو با همون محبتی که شما دارین. گوش کردین؟ میگه که با همون محبتی که من تو رو محبت میکنم، با همون محبت محبت کن. محبتی دیگه وجود نداره. تمام محبت‌های ما ناقص و خودخواه هست. محبت‌هایی که می‌کنیم طلبکارم هستیم. بعد از یک مدت میگی من محبت کردم، پس محبت باید ببینم. فقط محبت عیسی مسیح فرق می‌کنه. میگه که با این محبتی که من تو رو دوست دارم و زمانی که محبت منو بچشی و در این محبت من بمانی، امکان هست با همون محبتی که توش خودخواهی نیست بلکه خود سپردگی هست، بتونین همدیگر رو محبت کنین. این حکمی هست که خداوند خود عیسی مسیح داد به شاگردان خودش، و الانم من عنوان بگم شاگرد عیسی مسیح و همینطور هم عنوان شبان این کلیسا میخوام به تو این راه رو نشون بدم، این قلب پدر رو نشون بدم که هدف خدا، فکر خدا اینه که با همون محبت همدیگر، همون محبت عیسی همدیگر رو محبت کنین. فقط به وسیله محبت عیسیست که با همدیگه محبت میکنین. بی ایمانان خواهند دید که این محبت یه محبت دنیایی نیست، یک محبت الهی است. هیچ موقع نمیتونن همدیگر رو با هم محبت کنن. همه چی فرق میکنه، شاید فرهنگش فرق میکنه، شاید زبانش رو فرق میکنه. فقط یک سرسپردگی هست، یک محبتی هست که همدیگر رو با همون محبت میپذیرن و دوستشون دارن و قبول دارن. عزیزان چی فکر میکنین؟ عیسی مسیح تو رو همینطور که هست قبولش کرده؟ و کامل هستی؟ ناقصی؟ گناه میکنی؟ هنوزم گناه میکنی؟ غیبت هم میکنی؟ پشت برادر خواهرت هم حرف زدی؟ بدگویی نکردی؟ حسادت به برادر خواهرت نداشتی؟ نه. مطمئن هستم کردین. الان کمتر شده. فقط الان نگاه کن، همینطور که الان هستی، همین گناهی که الان اعتراف کردی و حتی چیزایی که الان هم حتی هم دروغ هم گفتی که گفتی نه، اینم یه گناهی است. یا همینطور که خدا میگه که اینطوری هم دوستت دارم، میگه پس همدیگر رو با همون محبت که من تو رو پذیرفتم و دوستت دارم و میبینم روز به روز خرابکاری میکنی، دوستت دارم، تردت نکردم، فکر منفی در مورد خودت نکردم. با همون محبت خداوند میگه که همدیگر رو محبت کنین. زمانی که بی ایمان ها میان تو این کلیسا، نه به خاطر اینکه پرستش عالی ما داریم، خیلی ممنون گروه پرستش عالی بود، نه به خاطر اینکه فقط خیلی کارهای خوبی اینجا انجام میدیم، یا مثلا میگم آشپزخونه غذاهای خوبی هم درست میکنیم، ارزونم میفروشیم. این چیزهایی هستن که مشخص میشه، درسته. توی دنیا حتی کلیساهایی هستن، یا اصلا کلیسا هستن، سازمانهایی هستن خیلی بهتر، کاملتر همه کار رو انجام میدن. فقط به وسیله محبتی که نسبت به هم داریم، پشت هم ایستادیم، کنار هم ایستادیم، از همدیگه طرفداری میکنیم، پشت گناه‌های اشتباهات برادر خواهر رو شان رو میپوشونیم که مشخص نشه. منظور اینه که گناه رو قبول کنیم، منظور اینه که آبروش نبریم. یا این چیزایی است که خداوند نگاه میکنه. هفته گذشتم یه داستانی هم از این دوتا برادرها صحبت کردم، یا چطور به فکر همدیگه هستن.
این روشی هست عزیزان که نشانه محبته که دنیا نداره و ما هم یه زمان نداشتیم. محبت ما هم همینطور خودخواهانه بود. فقط اینجا میگه که با همون محبتی که شما رو دوست دارم و هنوزم دوستم دارم و دوستم خواهم داشت، با همون محبت همدیگر رو دوست داشته باشیم. و قبول کنین که اون شخصی که الان کنار تو نشسته واقعا برادر و خواهر پدر توست. همدیگر نگاه کنیم بگین که تو برادر پدر من، پسر یا دختر، برادر یا پسر پدر من هستی. تقریبا یه دو ماه پیش بود، سه ماه پیش بود نسرین موعظه کرده بود و همینطورم یک هفته بعد یا دو هفته بعد برادر نورم موعظه کرده بود در مورد اتحاد. مزمور 133 میگه که چقدر خوش و دل پسند است که برادرها و خواهرها با یک دل جمع شدن. اونجا خدا پدر برکت خودش رو فرموده هست و خدا اینو نگاه میکنه، اون پدر ما اینطوری نگاه میکنه. یا به این خاطر هفته گذشته عزیزان که این آیه رو برای شما خوندم در ملاکی باب 2:10، اینجا گفتم که آیا همه از یک پدر نیستید؟ همه از یک پدر نیستید؟ پس چرا به یکدیگر خیانت میکنید؟ این موعظه هفته گذشته بود. پس چرا با همدیگه اینطوری رفتار میکنیم؟ میدونیم ما باید اگه میخوایم اینو بفهمیم چرا خدا اینطوری صحبت میکنه، که دو هفته پیش هم اینطور صحبت کرده بودم که در ملاکی دنجا اولین چیزی که خداوند گفته بود من شما رو دوست داشتم، اما شما میگین که چطور ما رو دوست داشتی. دائما نمیدونم، یه درسی دادم به شما گفتم برین تو خونه ملاکی رو بخونین، نمیدونم خوندی یا نخوندین. یا فقط اونجا دائما از قلب خودش تعریف میکنه، میگه که من تو رو دوست دارم، فقط تو قبول نمیکنی محبت من. و بعد از اینم اینجا صحبت میکنه، میگه که یک پسر پدر رو احترام میذاره، فقط احترام شما کجاست؟ شما بی حرمتی میکنین منو. یعنی منظور ما خدا رو با زندگی خودم، رفتار خودمون و همینطور رفتاری که با هم دیگه داریم بی حرمتی میکنیم. یک کسی میاد توی کلیسا، از این مثال میگم، الان نمیخوام بگم جلوی دیگران ما اینجا سر هم دیگر رو میکوبیم، یا منظور اینه که زمانی که رابطه ما درست نیست، این مس خداوند که اینجا باشی نیست، این ابر جلال خدا کمتر اینجا. به این خاطر افرادی میان خدا رو نمیبینن. منظوری نیست که الان میایم اینجا همدیگه رو باید بغل کنیم، ببوسیم، بگیم آها الان دوستت دارم، عاشق تو هستم، که آفر بگه آها اینا فرق میکنن. توی مجلس های چیز جشن کسانی که بی خدا هستن اونقدر زیباتر همدیگه رو میبوسن. نه، از روح، از جلال که اینجا، از این ابر جلال حضور خدا، چون حضور خدا جایی هست، جایی که اتحاد، جایی که پذیرفتن برادر خواهرها هست، قبول کردن و محبته. محبت عزیزان فرق میکنه با محبت خدا. اگه مزمور از اگه یوحنا، انجیل یوحنا رو 3:16 رو میخونیم، اینجا میگه که خدا آنقدر تو رو دوست داشت که یگانه پسرش رو داد که به وسیله او تو حکم نشی، داوری نشی، بلکه من حیات جاودانی رو به دست بیاری. محبت خدا فرق میکنه. محبت خدا یه چیزی است که خودش میسپاره و خود عیسی مسیح خودش رو سپرده که به وسیله او ما نجات پیدا کردیم. پس محبت خدا فرق میکنه. و چرا ما در این قسمت که گفتی که آیا همه ما از یک پدر نیستیم، پس چرا یکدیگر رو خیانت میکنین، این دلیلش اینه که ما هنوز به
عشق پدر آشنا نیستیم، عشق خدای واحد، خدایی که ما رو خلق کرده، هنوز آشنایی نداریم، هنوز ارزشش رو نمیدونیم. حتی من میتونم بگم تو این چند مدت خیلی بر من در موردش فکر کردم، حتی ارزش این فرزند خواندگی خودم رو نمیبینم، نمیدونم هنوز. ما میگیم، اعلام میکنیم ما پسر یا دختر خدا هستیم یا فرزندان خدا هستیم، فقط ارزشش رو نمیدونیم. اگه ارزش رو بدونیم اصلا طوری دیگه با هم رفتار میکنیم. واقعا با آگاهی میتونیم بگیم من افتخار میکنم من جز خانواده خدا هستم، افتخار میکنم که خانواده مال من نیست بلکه من مال خانواده هستم. این ذهن من اینطوری، یعنی من خودم رو میسپارم برای شما، من مهم نیستم، شما مهم هستین عزیزان. این ذهن مسیحه که در فیلیپیان باب 2 اونجا نوشته شده، ذهن مسیح که خودش رو هر چقدر خدا بود آمد اونجا گذاشت کنار و آمد رفت روی صلیب. این محبت خدا، این ذهن مسیحه که ما باید داشته باشیم که بتونیم همدیگر رو محبت کنیم. و از کجا میاد؟ چرا اینقدر برای خدا اتحاد، محبت و خانواده مهمه؟ چرا ما تو این چند مدت میگیم که ما خانواده خدا هستیم؟ خوش اومد به شما میگم خانواده خدا، برگزیدگان، قوم خاص خدا، قبیله خدا. چرا؟ چون خدا زمانی که ما رو خلق کرد، عزیزان توی حقجیان، کسانی که شرکت کردن میدونن، توی حقجیان از اولین درسایی که اینجا دادم این بود که خدا ما رو خلق کرده. عزیزان اگه هنوز نمیدونین، اصلا نمیدونین چرا تو زندگی میکنین، چون خدا دنبال خانواده‌ای بود که شبیه او باشه. در افسوسیان باب 1 که آیه 21 4 و 5 نوشته، چنان که ما رو پیش از بنیاد عالم در وی برگزید تا در حضور وی در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم، که ما رو از قبل تایید نموده بود تا او رو پسر خوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود. یعنی خدا از این فکری که داشت که فرزندانی داشته باشه، شبیه او باشن، مقدس، بی‌عیب، با محبت، از این خوشنود بود و لذت می‌برد. هنوز ما نبودیم، هنوز این دنیا نبود، فقط خدا در فکرش بود من میخوام خانواده داشته باشم. به این خاطر عزیزان خانواده برای خداوند یه چیزی مقدسیه و هر خانواده‌ای در این دنیا وجود داره شبیه اون فکری هست که خدا از ابتدا برای کلاً دنیا داشته. به این خاطر خدا میگه که خدا به خانواده ها مخصوصاً زن و شوهر و بچه ها یک احترام خاصی قائل است. و به این خاطر هم کار شیطان چیه؟ جدایی به وجود بیاره. کار شیطان چیه؟ خانواده رو از همدیگه جدا کنه. فقط خدا میگه که هر خانواده‌ای که در این دنیا هست، شاید هنوز نمیدونستی، هر خانواده‌ای که در این دنیا هست نمونه ای از فکری که خدا و از ابتدا داشت برای بشریت. به این خاطر زمانی که ما اینجا جمع شدیم، همه ما به اسم عیسی مسیح ایمان آوردیم، تولد تازه رو به دست آوردیم، گناه‌های ما آمرزیده شده، ما الان جزء خانواده خدا شدیم. ما میگیم اسم، میگیم ما کلیسا هستیم، فقط فی‌الحقیقی من میتونم بگم کلیسا یک اسم دیگه هم هست و میگیم ما بدن مسیح هستیم، درسته؟ ما میگیم همینطور خانه خداست اینجا، همینطور میگیم ما اجتماع مقدسین هستیم. فقط فعل حقیقی اگه برگردیم به قلب خدای خالق، ما خانواده هستیم، خانواده خدا جمع شده. تو عضوی از کلیسا نیستی اینطوری بگم
کلیسا فکر میکنی مثل یک سازمان، مثل یک سازمان، الان تو آمدی تو میری تو میایی، نه، جز خانواده خدا، تو عضوی از خانواده خدا هستی، فرق میکنه. و زمانی که من میگم من عضوی از خانواده هستم، پس یک احساس مسئولیت میکنم. موافق هستین؟ زمانی که من الان تو خونه هستم، من باید برای همسرم، برای بچه هامون فکر کنم، کار کنم، همه کاراشو باید بکنم که زندگی خوشبختی داشته باشن. درسته؟ آمین؟ دوست دارین دیگه؟ این خانواده به هر حال یه خانواده‌ای باشه که همه چی با نظم و ترتیب باشه. الان ما اینجا جمع شدیم، خانواده خدا هستیم. پس من الان هر استعداد، هر چیزایی که در من خدا کاشته، الان به اختیار شما میذارم، چون شما خانواده خدا هستین. و شما رو باید احترام بذارم و دوست داشته باشم، چون او شما رو انتخاب کرده. من شما رو انتخاب نکردم گفتم تو باید برادر من باشی. نه، خود عیسی مسیح، خود پدر آسمونی ما رو طبق کلام خودش میگه نه، شما منو انتخاب کردید، بلکه من شما رو انتخاب کردم و برین و ثمره بیارین. یا پس خدا شما رو انتخاب کرده، خدا منو انتخاب کرده و منو به شما بخشیده و شما رو به من بخشیده. و اینطوریه که احساس خانوادگی باید داشته باشیم. اگه موافق هستیم بگین آمین. یک آیه میخوام بخونم، چقدر عالی است. نمیدونم اگه ما خانواده خدا هستیم، عیسی مسیح کیه؟ ها؟ برادر شماست؟ ایسا؟ موافق هستی؟ ایسا مسیح قبل از این که بعد از این که چیز کرد، از مردگان قیام کرد و میخواست برگرده به مریم، گفت مرا لمس مکن، زیرا که هنوز نزد پدر خود بالا نرفتم، ولیکن نزد برادران من رفته. به کی میگه برادران من؟ به شاگردان خودش گفته ده. به برادران من رفته، به ایشان بگو که نزد پدر خود و پدر شما و نزد خدای خود و خدای شما میروم. چقدر عالیه، نه؟ عیسی مسیح میگه که الان من نزد پدر شما، یا نزد پدر من و نزد پدر شما. اینا رو عیسی مسیح ما رو با شما، با خودمون چی کرد؟ یک کرد. این صمیمیت رو داشته عیسی مسیح. و در عبرانیان باب 2:11 اینجا میگه که زن را که چون مقدس کننده کیه عیسی مسیح و مقدسان همه از یکی میباشند، از این جهت آر ندارد که ایشان رو برادران بخواند. عیسی مسیح خجالت نمی کشه تو رو برادر و خواهر صدا کنه. در مورد آلبرت صحبت نمی کنم، در مورد عیسی ها. عیسی خجالت نمی کشه به تو بگه که هاسمیک تو خواهر من هستی، یا بگه سارا تو خواهر من هستی، یا بگه جواد تو برادر من هستی، وحید تو برادر من هستی، باشه داوود تو برادر من هستی، همه دستشو بلند، آزاده تو خواهر من هستی. این عیسی میگه و خجالت نمی کشم تو رو بگم خواهر، خجالت نمی کشم به تو بگم کلاله خواهر، آر نداره. متوجه میشین قلب پدر؟ عیسی با خدا، با پدرش یک بود. به این خاطر برای خدا این خانواده یه چیز خیلی مقدسیه و خیلی مهمیه. خدا میگه که در همون در کتاب ملاخی میگه که من از طلاق متنفرم. طلاق چیه؟
جدایی، جدایی کی؟ جدایی برادر از خواهر؟ زن از شوهر. زن از شوهر، زن برادر خواهر با هم عهدی نبستن، فقط زن با شوهر، شوهر با زن عهد بسته، درسته؟ و خداوند میگه که من از طلاق، از طلاق متنفر هستم، من جدایی رو دوست ندارم، من دوست ندارم یک خانواده که با هم عهد بستن جدا بشن. چرا؟ چون خدا میگه که من با تو که می عهدی بستم هیچ موقع این عهد رو نخواهم شکوند. دو هفته پیش در مورد اینم صحبت کرده بودم. خدای واحد، خدای قادر متعال میاد با انسان عهدی میبنده و عهد حیات و سلامتی، و خداوند میگه من رویش خواهم ایستاد تا آخرین نفس من وفادار خواهم موند. هر چقدر تو بشکنی، هر چقدر از من دور بشی، هر کاری بخوای بکنی، من وفادار تا آخرین لحظه، آخرین نفس من ایستادم. این شخصیت، ذات، ماهیت خداست. به این خاطر میگه که من چون شما رو شبیه خودم خلق کردم، من تو فکر من خانواده بود و این خانواده با عهدی هست که با هم زندگی میکنن. به این خاطر خدا به خانواده رو نگاه میکنه، به زن و شوهر رو نگاه میکنه و میگه که من متنفر هستم. این عهدی که شما با هم بستین در ازدواج بشکنین و خیانت کنین. اینا برای شما میخونم در ملاکی باب 2 آیه 14 و 15. اینجا همینطور قوم اسرائیل اینجا میامدن غر میزدن، چرا تو قربانی های ما رو قبول نمی کنی؟ به کی میگه؟ الان این افرادی هستن که زن هستن، یعنی شوهر هستن یا زن هستن، میان اینجا پیش خدا میگن که چرا ما قربانی های ما رو قبول نمی کنی؟ زن و شوهر رو الان شما، با شما صحبت میکنم، یعنی من، نه خدا، چون شما پیمانی را که سب کنین، چون شما پیمانی را که با همسرتون که در جوانی با او ازدواج کردید شکستید، و خداوند شاهد این پیمان شکنی می باشد. درست خوندم؟ میکروفون چی داری؟ نه بلند نمیشه. اما شما نام مرا بی حرمت میسازی، میپرسی چرا؟ چرا او قربانی های ما را قبول نمی کند؟ چون شما پیمانی را که با همسرتان که در جوانی با او ازدواج کردید شکستید، و خداوند شاهد این پیمان شکنی می باشد. آیا خدا شما را یک تن نساخت؟ آیا در جسم و در روح شما یک نیستید؟ اینک خدا از شما چه انتظاری دارد؟ اینکه فرزندان خدا شناس باشید، داشته باشید. پس مواظب باشید که به همسرتان خیانت نکنید. من از طلاق نفرت دارم، همچنین از کسی که در حق زن خود ظلم میکند. پس مواظب باشید که به همسرتان خیانت نکنید. اینجا میخوام اضافه کنم، همچنین از کسی که در حق زن و شوهر خود ظلم میکند. یعنی اینجا فقط در مورد مرد صحبت نمی کنه، زن هم میتونه همونطور عهد رو بشکنه. و اینجاست که میگم که چون خدا خانواده رو مقدس نگاه میکنه و میبینه که عهدی که بستین، الان اینطوری میگه که خدا خودش شاهد زمانی که اون عهد رو میشکنین، با قلبتون، با فکرتون، با دیدتون، با رفتارتون. زنا که شوهراشون بی احترامی میکنن، غر میزنن، یا مثلا میگم نااطاعتی میکنن، شورش میکنن، با لعن بد صحبت میکنه با شوهرت، یا فکر نکن فقط زناست، یا بی احترامی کردن شوهرت. عزیزان، خواهرای عزیز، به خدا بی احترامی میکنین. اینجا به خدا میگه مواظب باش. به شوهرها میگه که تا ای شوهر، اینجا هستی، تا
عیسی مسیح مرکز زندگی تو نباشه، هیچ موقع نمیتونی زنت رو خوشبخت کنی و درست هدایت کنی. پس توبه کن، بازگشت کن، بگذار عیسی مرکز زندگی تو باشه که زندگی تو نظم پیدا کنه که بتونی این محبت رو به همسرت برسونی. الان نمیخوام خیلی زیاد توضیح بدم که چه چیزایی، چه گناهایی، چه چیزایی وجود داره. با لعن بد زنا و شوهرها با هم دیگه رفتار کنین، به خدا پدر بی احترامی میکنین. بچه های شما مثل شما خواهند شد. اینجا چی در مورد صحبت کرده؟ گفته که اینت فرزندان خودشناس داشته باشید. اینک فرزندان خودشناس داشته باشید. یعنی فرزندان شما مثل شما خواهند شد. زمانی رفتار شما اینطوری ببینن، اتوماتیک اینو نگاه میکنن و کپی میکنن. بعد از یک مدت اتوماتیک تو قلبشون قرار میگیره. بخوای نخوای. پس امروز یه روزی هست که چون خانواده، میگم دوباره، شما نمونه اون فکری هستین که خدا از ابتدا برای ما، برای تمام بشریت داشت. الان نگاه کنید توی کلیسامون، اگر مثال میگم 100 تا خانواده هایی باشن، این 100 تا خانواده طبق اراده خدا زندگی کنن، نمونه چی میگن؟ نمونه آسمون، یعنی فکر خدا، هدف خدا که برای خدا بشریت داد، و اونجا اصلا کلا فضای این کلیسا الان عوض خواهد شد. آمین. و همینطور هم زمانی که صحبت کردم گفتم که ما باید همدیگر رو واقعا با آگاهی، نه با فقط زبان بگیم، که واقعا خانواده، برادر، خواهرای پدر من هستند یا فرزندان پدر من هستند، با این دید نگاه کنین. و این یه چیزی است که اول ربطی به تصمیم ماست و همینطور هم قسمتی است که روح القدس باید این مکاشفه رو به ما ببخشه. فقط یک مشکلی اینجا هست و این مشکل اینه که من میدونم که توی خیلی خانواده ها، زمانی که مخصوصا که ایمان نداشتین، خیلی تصویرها یا خیلی شکستهایی توی خانوادهتون دیدین. خیلی شاید مثلا پدر مادرت طلاق گرفتن، از هم جدا شدن، یک زخمی در شما به وجود آمده، یا برادرات، خواهرات با تو بد رفتار کردن، تردید کردن، یا پدرت با تو رفتاری درستی نکرده. این تصویرهایی هست که در زندگی ما، این ما رو زخمی کرده. الان زمانی که میایم در کلیسا و میگیم که الان باید برادر خواهرات رو دوست داشته باشی، اتوماتیک این صحنه ها، این درد ها نمیذارن تو بتونی با همون محبت خدا محبت کنی. متوجه شدین؟ من هیچ موقع نمیتونستم درست محبت کنم، بلکه چون از خود پدر خودم این محبت رو ندیده بودم. پدر خودم اینطوری تربیت کرده بود، تو باید یک چیزی بشی، تو باید به هر حال یک مقامهایی به دست بیاری، تو باید در کلاس عالی باشی، همه چیز باید داشته باشی که اون موقع تو رو دوست داشته باشم. این تصویر رو از خدا داشتم و کتکای زیادی میخوردم. بچه کوچیکم تو خونه بودم، تصویرهای اشتباه از خدا، از خانواده داشتم. هر چقدر خدا رو شکر مادر من خوب بود و مشارکت های خوبی با، یعنی رابطه خوب با پدر مادر، با برادر خواهرم داشتم، حداقل من سالم رشد کردم جز از اون رابطه من با پدرم. و زمانی که ما میایم اینجا و میگیم که الان باید همدیگر رو دوست داشته باشین، الان یه برادری بود هفته گذشتم صحبت کردیم، همینطور گفته که این موعظه رو هفته گذشته شنیده بود، یه رفته خونه شروع کرد، فکر کردم خدا رو شکر افرادی هم هستن که میرن در مورد موعظه هم فکر میکنن، و گفته که رفتم یهو دیدم که با برادرم مشکل دارم، با برادر جسمی خودم مشکل دارم، او خیانت کرده به من، بدی کرده به من، هیچ کاری نکردم، زخمی شدم از او. بعد از این در حضور خدا برحال رفته و همینطورم برحال میتونست این کینه یا این چیزایی که تو قلبش بود
ببره به حضور خداوند. و شهادت های دیگر هم شنیدم چطور خدا صحبت کرده و تمام بگم تمام فکرها یا تمام این ریشه ها یا زخمه هایی که در ما به وجود آمده، اینا میتونیم خیلی راحت بتونیم بیایم حضور خداوند و توبه کنیم، بازگشت کنیم، خداوند ما رو ببخش. یا خداوند همینطور هم افرادی هم که پدر، مادر، دوست، عمه، نمیدونم دایی من هر کاری به من کردن، خداوند من الان میخوام این تمام چیزا رو بکسارم کنار. این زمانی بود که در تاریکی زندگی کردم، خداوند میدونم الان در یک خانواده الهی هستم که تو اونجا پدر اصلی هستی و هیچ موقع ما رو تنها نخواهی گذاشت. یا میخواییم وقت رو بذاریم الان یه قسمتی اول دعا کنیم و خود دعا کن و خدا امروزم به تو نشون خواهد داد. فقط ربطی به خانواده پدر، مادر و همینطور هم خانواده جسمانی خودت. و ببینید که چه کسانی هستن که باعث شدن که اصلا تصویر اشتباه از خانواده داشته باشی. فقط یک مثالی به شما میگم که متوجه بشین. یک تو روان درمانی یک شخصی بود که یک زوجی بودن که چیز بچه دار نمیشدن، هر کاری کردن بچه دار نشدن، بلکه بعد از این پیش دکتر هم رفتن همه کاراشو کردن. بعد از این زمانی که ایمان آورد به عیسی مسیح، رفت پیش همونطور روانکاوی، همونطور خدا صحبت کرد، گفته که تو زمانی که بچه بودی پدر مادرت اونقدر پول کم داشتن و در فقر زندگی میکردی و رنج کشیدی، به این خاطر اون موقع این تصمیم رو گرفتی من هیچ موقع نمیخوام خانواده داشته باشم. یک اعلامی بود کردی، به این خاطر نمیتونست زنت حامله بشه. یه تصمیمی بود، یک لعنتی روی زندگیش آورده بود. زمانی که توبه کردم بازگشت کرده، بعد از یک سال بچه دار شده. خیلی چیزایی هست توی زندگی خودمون اعلام کردیم، اعلام منفی کردیم روی خانواده خودمون، لعنت کردیم. چرا من از این پدر هستم، چرا از این مادر هستم، و خیلی چیزایی بود که از زبانمون بیرون آمده و الان ما خودمون رنج میکشیم و همینطور هم تصویر اشتباه از خدا، از خانواده داریم. فقط امروز خبر خوش اینه که خانواده خدا فخر میکنه، چون پدر ما فخر میکنه، چون عیسی مسیح به وسیله او ما نجات پیدا کردیم، گناهای ما آمرزید شد و ما هویت جدیدی داریم در مسیح. به این خاطر الان خواهش میکنم سرتون خم کنین، چشماتو ببندین، روح خدا اینجاست که تو رو آزاد کنه از این تصویرای اشتباه، از این دردها. و هر کسی که الان، فقط به خانواده خودت نگاه کن، به برادر، خواهر و مادر، پدر، هر چیزی که به یادت میاد. و اگه شاید این فکر رو کردی، فکر منفی از خانواده کردی، به این خاطرم اعتمادم به این خانواده الهی خدا نداری، الان میتونی ببخشی، ذهنت رو عوض کنی. اگه اعلام منفی کردی میتونی خیلی راحت توبه کنی. روح القدس تو بیا تو نشون بده کدوم قسمت هایی هست. شاید پدرت الکلی بود، معتاد بود، شاید تو خانواده خودت رقابتی بود و تو ضعیف بودی، نتونستی خودتو دفاع کنی، یه جوری زخمی شدی.
شاید پدرت هیچ موقع برای تو وقت نداشت، به خاطر کار یا طلاق گرفته بود و رفته بود. امروز عیسی مسیح میخواد تو رو شفا بده. امروز اون پدر آسمونی اینجاست که ما تصویرهای اشتباه، درد و رنج ها، که هیچ موقع احساس امنیت نکردی، شاید زود ازدواج کردی که از این خانواده دور بیایی و توی مشکلی دیگه قرار گرفتی. شاید هم کتک هایی خودی از پدرت بهش موقع احساس محبت نکردی، احساس ترد شدگی میکردی. شاید پدر مادرت، همینطور خانواده خودت، مخصوصا برادر خواهرها خیلی میتونن بد رفتار کنن، لعنت کنن. به این خاطر این درد در تو مونده، این نیش رنج در تو مونده. حالا میتونی فقط ببخشیش، چون نمیدونستن چی میکنن. همزمان که در این فکر هستین، برای افرادیم که اینجا هستن که زن و شوهر هستن، خدا امروزم با تو صحبت میکنه. چه رابطه تو با شوهرت چطوره؟ رابطه تو با زنت چطوره؟ آیا احترام میذاری؟ یا بهش میگی که به درد نمیخوری؟ آیا شوهرها با نگاه کن تو قلبت، آیا واقعا عیسی مسیح مرکز زندگی توست؟ فقط دنبال این هستی که فقط زنت از تو فقط اطاعت کنه. خدا امروزم میگه مواظب باش که همسرت را خیانت نکنی. مرسی خداوند. همین که در این حال دعا هستی، الان قسمت ها چیزی که الان احساس میکنی مهمه، چون الان روح خدا اینجاست که به تو شفا بده و نصیحت کنه، اصلاح کنه، بنا کنه، شفا بده. و چطور تو خانواده خدا که کلیسای خداست، خانه خداست، چطور نگاه میکنی
تعصب داری؟ افرادی اینجا هستن که قبولش نداری، طردش کردی، از او فرار میکنی و حتی احساس شاید احساسی نمی کنی که اصلا خانواده خدا هستی. خداوند هم امروزم میگه که توی یعقوب نوشته: ای برادران، ای خواهران، از یک دیگه بدگویی مکنید. هر کی از برادر و خواهر خود بدگویی میکنه شریعت رو محکوم میکنه. روح قدس تو بیا خداوند. خداوند احتیاج داریم خداوند یه شستشو مغز بشیم خداوند، از تمام دروغ ها، از تمام تصویر ها، از تمام آشغال آزاد بشیم که بتونیم عیسی مسیح با همون محبتی که تو ما رو دوست داری محبت کنیم. بیا واقعا ما رو تبدیل کن خداوند. کلام خدا میگه در پی سلامتی باد فرزندم، در پی سلامتی باد با همه بکشید. فقط تقدسی که به غیر از آن هیچ کس خدا رو نخواهد دید. و مواظب هم دیگه باشید، از یک دیگه توجه کنید. مبادا کسی که در دست راست چپ توست یا روبروی توست، یک کسی از تو کنار میاد، یک کسی که تنها میکنه از این فیض خدا محروم شود. مواظب باش که هیچ ریشه تلخی نمو نکند. هللویا خداوند، مرسی جان. در هر قسمتی که خدا امروز با تو صحبت کرده، یا ربطی به خانواده جسمانی بود، ربطی به خانواده بود، خانواده خودت، زن و شوهر و چیزهایی که مربوط به خانواده خدا که کلیساست، هللویا خدا من مرسی. و این حکم را از خدا یافته ایم که هر که خدا را محبت می نماید، برادر و خواهر خود را نیز محبت بنماید. روح القدس تو بیا خدا من اینو منتقل کن در ما. روح القدس تو بیا خداوند، مهر بزن توی نفس روح ما خداوند، که از امروز بدونیم خداوند اول خانواده خود هستیم و دوم خداوند با محبت کردن همدیگه با آگاهی بدونیم که تو رو محبت میکنیم. ممنون هستم از تو خداوند و شفای تو رو هم اعلام میکنم روی عزیزانی که اینجا توبه کردم، بازگشت کردم خداوند. دعا میکنم روح القدس تو بیایی تسلی دهنده، بنا کن، قوی کن خداوند. خداوند دعا میکنم هر تصویر های اشتباه محو بشه خداوند، از چشمش، از قلبشون خداوند. هر دردی هست خداوند، هر چیزایی که کشیدن خداوند تو اصلاح کن و شفا بده. مرسی که دعای ما رو شنیدی و مرسی که ما رو احترام میذاری و مرسی که پدر و عیسی مسیح خداوند شرمنده نیستی که ما رو برادر و خواهر، پسر و دختر بخوانی. جلال میخوام به تو بگیم در نام عیسی مسیح، آمین، آمین. دست بزنیم برای اول عیسی مسیح.
شاید امروز متوجه شدیم که ما اصلا دکوراسیون رو عوض کردیم، میزها اینجا چیندیم. دلیلش این بود که ما میخواییم الان وقت بذاریم. الان همینطور که موعظه اول شروع کردم گفتم خدا تسلی میده، خدا بنا میکنه، اصلاح میکنه و آخرش هم میگه حرکت کن. الان زمانش رسید که باید حرکت کنین و خدا نشون داد، گفته که چون همدیگر رو نمیشناسن، از همدیگه اطلاعی ندارن، خواهر برادر هم هستن، سالها همدیگه رو کنار هم رد میشن و نمیشناسن همدیگه رو، به این خاطر ارزش قائل نیستن و همینطور هم احترام نمیذارن. الان عزیزم میخوام یه قولی، خواهش میکنم به من، به خدا من یه قولی بده. الان وقت رو میخوایم بذاریم که زمانی که جلسه الان تمام میشه، روی میزها الان اینجا دیدم مثلا گروه هایی هستن که همدیگه رو میشناسن، نه؟ اون خانواده اینجا جمع شدین. از اینجا باید، یعنی جلسه تمام میشه، رسما تمام میشه، غذا هم بعد از 15 دقیقه هست، هنوزم وقت غذا هم نیست، میتونین بریم و به هر کسی که نمیشناسین حداقل یه 5 دقیقه 10 دقیقه بشینین صحبت کنین، یا 15 دقیقه، میزها هم هستن اونجا پشتم، اینجا میز خواهیم چینین و بتونین با هم آشنا بشین. برین حتی کسانی هم که همدیگه رو اینطوری الان شاید توی کلیسا هم وقت نباشه، حتی دعوت کنین همدیگه رو، یا دعوت کنی میگه که آرش من تو رو نمیشناسم، الان میخوام دعوت کنم، میای پیش من و این هفته بتونیم میای اینجا یکم با هم چای بخوریم یا غذای درست میکنم. به شما قول میدم عزیزان، فضای کلیسا کلن عوض میشه. آمین. و الان میخواییم این کار رو انجام بدیم. زمانی که استادین عزیزان، همدیگر رو که میشناسین صحبت نکنین، ممنون. بریم پیش کسی که هنوز نمیشناسین. و مهمونایی که اینجا هستن عزیزان، میدونم شاید بار اولی که اینجا تشریف آوردین، یهو به هر حال برنامه‌مون اینطوریه که به هر حال همدیگه آشنا شدن، شاید هم همدیگه رو میشناسین. فقط خود اعضای کلیسا هم اونجا هستن، میدونن تقریبا کیا هستن، مهمون هستن. برین اونجا خوش اومد بگین و با همدیگه آشنا بشین، ببینین که از کجا اومده. خواهش میکنم فضولین زیاد نکنین. دیگه نرین توی اوج برال، حداقل اسم رو بدونی و مطمئن هستم خدا به شما برکت خواهد داد. آخرین دعا رو میکنم. عیسی جان الان خواهش میکنیم روح القدس، این چیزی که تو قلب ما گذاشتی خداوند الان انجام دادین خداوند، الان تو بیا روح القدس هدایت کن که خداوند حتی 5 دقیقه صحبت میکنیم به چشمای همدیگه نگاه میکنیم خداوند با صداقت، که بتونیم همدیگه رو همینطور که تو ما رو پذیرفتی همدیگه رو بپذیریم و یه قسمتی آشنا بشیم با همدیگه، حداقل اسم رو بدونیم خداوند، از کجا آمدن، ایماندار هستن، ایماندار نیستن خداوند. الان این زمان رو به دستای تو میدیم و تشکر میکنیم روح القدس، همه چی رو عالی هدایت خواهی کرد. دعا میکنم هفته پربرکتی داشته باشین دیگه. آمین و آمین. Oh.